محله پنهان در مرکز شهر لندن که برای رسیدن بهش باید از خیابونای اصلی بیاید بیرون و مجبورید چند تا کوچه پس کوچه تنگ و باریک رو رد کنید و بافت محله هم خیلی قدیمی. این نمایشگاه درباره سوهو که یه محله کوچیک در قلب لندنه و نزدیک به 500 سال قدمت داره. از همون اول به مرکز هنر و خلاقیت تبدیل شد و شخصیت‌های جالب و بزرگی در چند قرن گذشته به اینجا اومدن. موزارت اینجا رفت آمد می‌کرده، فرانسیس بیکن همیشه اینجا بوده، دیوید بویی و خیلی کسای دیگه. و البته گروه های خلافکار هم همیشه اینجا بودن، چون سوهو مرکز صنعت سکس لندن هم بوده. ویلیام کلاین یکی از هنرمندایی بود که از سوهو عکاسی کرد. او عکاس مطبوعاتی خیلی معروفی در دهه 50 میلادی در نیویورک بود. به کلاین مأموریت داده شده بود که در طول یه شبانه روز از سوهو عکاسی کنه. یکی از عکساش خانواده ریتاندو رو نشون میده که از ایتالیا به سوهو مهاجرت کردن و برای نسل‌ها در این محله بودن. عکس خیلی جالبی که توش تصویر اجدادشون رو رو به دوربین توی دستشون گرفتن. عکس دیگه از کریستینه که یه کارگر جنسیه. یه لباس نازک فیروزه‌ای پوشیده و به دوربین پشت کرده. کنار یه توالت ایستاده و منتظر مشتری بعدی. توی یه عکس دیگه فرانسیس بیکن رو میبینیم که یه نقاش معروف انگلیسیه و تمام زندگیش رو توی کلوپا و میکده های سوهو گذرونده. کلاین یه عکس فوق‌العاده از اسلحه سازهای سوهو داره که چند تا تفنگ تو دستشونه. این برمیگرده به این مسئله که سوهو محله‌ای بوده که خشونت و جرم‌های مختلف توش اتفاق میفتاده. سوهو یکی از مراکز جرم و جنایت در لندن بوده. نوجوانای آسیب پذیر به اینجا آورده می‌شدن و در استریپ کلاب‌ها بهشون پیشنهاد کار می‌شد. نیمه شب‌ها پلیس با مینی‌بوس‌های قدیمی به اونجا می‌رفت و کلوین برودی هم برای عکاسی با این پلیس‌ها می‌رفت. یه عکس خیلی جالب از داخل یکی از این اتوبوس‌ها اینجا هست. یکی از عکس‌های برودی که به نظر من یکی از بهترین عکس‌های این نمایشگاهه توی یه میکده گرفته شده. به نظر میاد که یک کلوپ جزه، چون توی پیش زمینه میشه یه نقاشی دیواری از این کلوپ جز رو دید. یه پلیس رو می‌بینیم که با یه چراغ قوه روی بالاتن یک مرد جوان نور انداخته. یه نور خیلی ضعیف هم روی چونه پلیس افتاده. تصویر خیلی تیره و تاریه. میشه فهمید که این کلوپ‌ها چه حس و حالی داشتن و انگار میشه حتی بوی این فضا رو هم حس کرد. توی این نمایشگاه عکسای کوریندی رو هم نشون میدیم. میشه گفت که اون عکاسی فشن و مد رو خودش یاد گرفت. کارهای اون درباره مد بالا نیستن. بیشتر شبیه عکاسی مستندن و یکم شلوغ و کثیف هستن. شبیه عکسای اسنپ‌شات یا سردستی هستن. دوستاش رو میبینیم که روی مبلای پاره‌پوره لم دادن. مست میکنن و فیلم میبینن. ما فقط عکسایی رو انتخاب کردیم که توی خونش در سوهو گرفته، برای اینکه ببینیم حال و هوای این محله چه تأثیری روی این عکس داشته. توی یکی از عکس‌ها یکی از دوستاش به اسم جورجینا رو می‌بینیم که داره از روی پرده سفید عکاسی پشت سرش رد میشه. تصویر به هم ریخته است و ترکیب بندی عکس هم خیلی آشفته است. اما وقتی تصویر تموم شده این عکس‌ها رو می‌بینید که عناصر پیش زمینه ازشون حذف شده، اون وقت میشه فهمید که عکس‌های خیلی حساب شده و دقیقی از مد و فشن هستن. Thank you.
عکسای کلنسی دیویس از یک کلوپ خصوصی به اسم کلونی گرفته شدن که فرانسیس بیکن یکی از بنیانگذارای اون بود. تریسی امین و همه اعضای جنبش هنرمندای جوان بریتانیا یا همون YBA در دهه 90 به اونجا می رفتن. All the young Brit artists of the 1990s. There's another photograph that's a real bit of fun. یه عکس جالب اینجا هست از یه خانمی که داره تلاش میکنه از پنجره کلوپ بره بیرون. اونا فهمیده بودن که این پنجره به کلوپ معروف کناری که اونم خصوصی بود راه داره و میتونن بدون دادن پول ورودی برن داخل. And escape the membership. I think it's got an inbuilt resilience and I think it's proved. به نظر من سوهو ثابت کرده که خیلی مقاوم و انعطاف پذیره. این که ما الان داریم 500 سال بعد از ساخته شدنش دربارش حرف میزنیم باعث میشه باور کنم که با وجود هجوم توریستا به این محله در نهایت باز هم مقاومت میکنه و من فکر نمی کنم که این پایان سوهو باشه. این فقط یه فصل دیگه از تاریخ این محله است.